قرار بود به مدیر هلدینگ تجارت جهانی چی بگی؟ این که فال قهوه کوفتیش در مورد اون قرارداد 2 میلیارد دلاری با بنگلادش خوب نیفتاده. مگه همین نبود قرار ما؟ همین؟ الان قرارداد داره بسته میشه. من الان جواب معاون چی بدم؟ افراسیاب، گور خودتو کندی. دستور قتل افراسیاب. فقط میخواین که تکه تکه قطع بندی شده براتون بیاریم یا آتیشش بزنیم؟ اما قطعش کنیم بریزیم تو رودخونه. رودخونه جاجود مناسبه یا جای دیگه ای مد نظرت؟ هر جهنمی ریختین بریزیم. عمه جان ببخشید، میخواین یه تیکش رو براتون بیارم که قشنگ از مرگ اطمینان هست؟ لازم نیست، برو دیگه. پس مندل خان سفیده؟ بله بله خانم، سفیده. یعنی واقعا نیرو داره؟ بله خانم، اگر که با همین چشمای خودم نمیدیدم عمرن اگر باورم میشد. پرونده شیوا خیلی پیچیده است. اگه از پسش بر بیاد سفیده نامش میکنم. آقای عزیز شما گوش بده، باشگاه الاهلی بی خود کرده، من رمال لژیونر ندارم. آدم بفرستین اینجا تربیت میکنم، با 3 لیتر پیشاب بچه نابالغ به اندازه یه فصل کافیه، میفرستم بره کشورش. تمام. The start away, the water when this land is fought. Fight is dead, this flood of water. Man's modern dead is hand to fight. This land is there to find. I don't mind the sign of fate. This land is the one died of fate. I wait this lot and this is to wait. I wanna say when all the soul up and down. I wait. My God! بیا جلو. بله بیا جلو، جلوتر توی تشت رو نگاه کن. اینجا؟ بله. چی میبینی؟ یه آدم آشنا. همزادته. باش سلام علیکم، حالا احوال کن. باش دست بده. دستو ببر تو آب، نترس. باش دست بده، ببر تو آب. بیشتر؟ بله. ها سلام علیکم. من در خواب مالم، والم، زندگی همش رو به باد دادی. میبینم اینجاست. آها شما میبینی؟ استاد تمام زندگی شما از عنفوان کودکی تا به حال رو میبینند. زندگی شما مانند یک تومار در جلوی چشمان استاد تورق میشه. استاد نگاه کنید، این شمالم بوده.
بله شما این ویلاشون استخرام داشته. بله لب دریام هست. جوونیات شیطونی زیاد کردی جون بر. توبه کردم. بگم با کیا بودین؟ نه خارج از کشور زیاد رفتی. تقریبا با 5000 تومان 5 تا کشور خارجی رفتی یه موقع. مال دوران شباب. بله پیداست. دستو بیار بیرون. Oh my god, oh my god. استاد دستش کامل خیسه. خودت گفتی دستتو بکن توش. اگر به حرفای استاد باور داشتی این آب آب مخصوصیه که نباید دستان شما تر می شد. دست کامل خیسه استاد. چه باید کرد؟ من هیچی از دست من کاری بر نمیاد. تشریف ببریم بیرون. خب شما نمیخواستید منو نجات بدید چرا آوردیدم اینجا؟ چرا؟ استاد الان نمیشه یک کاری کرد برای چی کار کنم آخه چی؟ نمیشه کار علکی. دست کاملا خیس شده. ببینم استاد تو که یکی از انگشتاشون ملاحظه بفرمایید خشکه. واقعا؟ یه ذره خشکه. اه؟ خب جای امید هست. خب من اموالت رو پس میگیرم. خوبه. منتها یه شرط داره. شما 3% از اموالت رو باید بدی به من که من تقسیم کنم بین فقرا. باشه. مخالفتی نداری؟ 3% چیزی نی. بسیار خوب. شما داخل آب رو نگاه کن. اینجا؟ بله. بله. اموال شما دست یه خانومی هست که خیلی زرنگ و شیطان صفته. درست. ظاهر زیبا اما باطنی زشت. و البته شما خودت سادگی کردی. مال و اموال شما رو ایشون به غارت برده. اسم این خانم رو بذار من یه لحظه به خاطر بیارم. بذار اینجا نوشته من نگاه کنم اسمش. شما تو تشت رو نگاه کن آقا عزیز من. اسمش شیما. وا شیما. وا شیما. شیوا. وا شیوا. شیوا. دقت کنید استاد. شیوا. بله شیوا. شما نگاه نکن. شیوا. شیوا تو کائنات واو با ما قاطی میشه. بسیار خوب. من همه اموال شما رو پس میگیرم. ممنون. شک نکنید به اموالتون خواهید رسید. ببینم واقعا شما فکر میکنید این استاد بتونه مشکل منو حل کنه؟ هر کس به استاد شک کنه قطع به یقین وقت خودش رو جر واجر کرده. نه 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 بعد برداشت نشه. من شک نکردم. من تمام امیدم به این استاده. تمام امیدتون به استاده؟ به استاد و بنده. من از قلم نندازید. من شرمندم. من دستبوس شما هستم. من ببخشید میخواستم بگم میتونم مبلغی رو خدمت شما ارائه بدم یا استاد؟ نه حالا که لازم نیست. ولی خب اگر اصرار دارید عنایت بفرمایید ما چون امشب تعدادی از گرسنگان رو قرار اطعام بدیم آن هم به دیزی. عنایت بفرمایید 1,000,000 تومان پرداخت کنید. 1,000,000 تومان؟ ببخشید 200, 250, 350, 450, 550 تومان شهرمنده. بدونم خدمتتون رو. 600,000,000 یه جا نفره کردید. سر 1,000,000 تومان دارید با من چکوچونه میزنید. ببخشید. خواهش میکنم. ولی یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم. اگر شما همه این پول من بگیرید من چطوری برم آسایشگاه؟ باید پیاده برم. هیچ پول ندارم. بفرمایید. ممنونم دست. بوس ازت عالی هست. خواهش میکنم. اجازه میدید؟ خواهش میکنم. خداحافظتون. خواهش میکنم. بابا بیاین خبر خوش دارم.
چیه خبرت؟ صفحه شیوا رو هک کردم. ببین 10 میلیون هم هزینه برداشت. او بابا تو دیگه کی هستی؟ باریکلا. میبینم که شما مشتری رو انداختین. حالا شام چی داریم؟ گشنه پلو. نه. همه دیزی مهمون من. راست میگی؟ به به. آقا دست بگیر. خورشید از کدوم طرف در اومده؟ آقا خودش خوب میدونه که ما اونو از رودخونه درش آوردیم، بیرون آوردیم، آوردیمش توی خونه. حالا بیا کاری بکن، برقص و خوشحالی بکن، بشین و پاشو همرنگ ما شو، حالا که کبکت میخونه. اگه نرخصی میشینم صفره یه دل با میکنم. یه دو سب کن آقا، این شیوا دانیالی فقط کامران رو گول نزده، کلن کارش کلاهبرداریه. پس یه جورایی همکار ما محسوب میشه. کلن میره سراغ مردایی که یا میان سالن یا مایه دارن، ولی این مردا یه ویژگی دیگه هم دارن. اگه گفتین چیه؟ وسپا داشته باشن، ابرو کمون داشته باشه، شارژ 5 تومانی داشته باشن، کمر باریک باشن، قد بلند باشن، دوست داشتنی، مرد مرد باشن، خیلی قدرتمند، بادی بیلدینگ داشته باشن. نه خیلی، میره سراغ مردای متأهل. آها موچ زبون هم بدا. بعد که حسابی تیغشون میزنه فلنگو میبنده، بلاک میکنه و بای بای. آها یارو هم دیگه از ترس آبروش مگه کاری میکنه؟ هیچی نمیگه، میره دنبال کارش. دقیقاً کاملا درست گفتی، ولی الان شانسی که ما آوردیم این کامران زن نداره، یعنی نگران این نیستیم که بره راپورت بده بزنه، با خیال راحت میتونیم کارمون رو بکنیم. الانم خانوم درگیر این آقاست. ببین رحمان سعیدی، این آقا 100% ماشینش وسپاس. به جان خودم این گوسفند فروشه. شیوا خانم خیلی خیلی خوش اومدید، بفهمی بشینید. خوشتیپ کی بودی تو آقا رحمان؟ والا من خوشتیپ نیستم، چشای شما خوشگله، خوشتیپی من خوشتیپ میبینه. بفهمید رحمان جان، با دماغت سالات خوردی؟ خب کل صورتت سوسی شده که. صورتم با سوساش فدای سیرتی. ببخشید ایوا، اول گفتم که ببخشید. خب این چه طرز کادو دادنه؟ همون عکسی که برام فرستاده بوده همون. رحمان من اون عکسو فرستادم که تو هنر دست جواهرسازای مملکتمونو ببینی، نه اینکه خودتو تو زحمت بندازی. خواهش میکنم عزیزم، این چی چیزی نیست. من حاضرم 2000 تا گاویش تو گاوداری لس آنجلس دارم زیر پات سر ببرم، هم گوشتیاش هم شیراش. بد میشه که. چرا بد میشه؟ خب مردم لس آنجلس میمونن بدون گوشت گاو و بدون شیر. عزیزم بهترش آب پرتقال بخورن. ارزش تو برام مهمتر از مردم لس آنجلسه، حتی بیشتر از گاوامه. چقدر تو بانمکی. قربون اون چشای گاوت برم. نمیشه از یه حیوان دیگه استفاده کنی؟ مثلا آهو. بقیه منو با گاوات مقایسه نکن. خب نوکرتم. آقا اینا جا اینجا خالی موند، اینا رو پر کن، من نمیخوام روی میز جای خالی باشه. چه خبره؟ دو نفر آدمی دیگه، این همه غذا برای چی سفارش دادی؟
من عادت دارم دستم به کم نمیره، حتی به گاوام دوبار گنزه میدم. کاش که اینقدر منو با گاوات مقایسه نکنی. آخ آره، بازم مقایسش کرده. خودتو گاوات با هم برین زیر گل. بر اساس عکسایی که شیوا توی آرشیوش ذخیره کرده، کاشف به عمل میاد که خانوم میخواد مخ رحمانو بزنه باش بره اقامت امریکا بگیره. چه جونوری این؟ یعنی به احترام این شیواه باید کلاه از سر برداشت. به جور تو از این پدر سوخته تره. پدر سوخته خودتی. ببخشید، تو به ما دو تا میگی پدر سوخته، عیبی نداره. ما یک کلام به این میگیم پدر سوخته، عیب داره. عجب پدر سوخته این. باید بترسونیمش. اسم اونایی که سرشون کلا گذاشته رو بیاریم، یه جوری تهدیدش کنیم. نمیشه. ارعاب، وحشت، آدم ربایی، هر جوری شده. نمیشه. بگو چرا؟ چرا؟ این دختر خیلی زرنگتر از این حرفاس. این یقین داره که اونا جرئت نمیکنن برن سراغش. آفرین. به نظر من یه ماجرای ترسناک با اینکه یه لقمه گنده بندازیم جلوش تا لقمه کوچیک یادش بره، مشکلمون رو حل میکنه و نقشمون رو اجرایی میکنه. سنسور طمعش رو فعال کنیم. حالا این لقمه گنده تر کی میتونه باشه؟ این لقمه مهمه. بیایم به این فکر کن. میگه لقمه گنده تر تو؟ من لقمه گنده تر از اینم؟ این نصف شیری لس آنجلس رو داره میده، من لقمه گنده تر از اینم؟ تو هم نصف برجای آفریقای جنوبی دستت. تو هم نصف برجای آفریقای جنوبی. کیپ ساون. عالی. امانوئل جعفرآبادی هست. یه مدل دیگه. دست بده. امانوئل جعفرآبادی هست. جنتلمنانه تر. گر گدا وابسته فری شده. چته زنی که صداتو بر چند وقت سره به چند تا نرینه نفرینت کردن. چه کردی تو؟ چرا دریوری میگی؟ نرینه کی؟ مرد. چند مرد نفرینت کردن. الان کدومشون تو رو فرستاده اینجا؟ زرزر نکن، گوش کن. نیا میزنم تو دهنتا. به طفلم رحم کن سیمونه. یا خانم
صورت چومی میباره، از روبرو جغدی، از بغل کفتار، برات تلسم بستن کف قبرستون، داره میکشدش سی خودش. میری گم میشی یا بیام گمت کنم؟ نشونه میبینم، خواب و بیداریت به هم میریزه، پرنده میبینی که مرده، بعدش نوبت خودته. اینا نشونه های شومیه، اینا نشونه های شومیه. نیستی نیستی نیستی. خانم بفرمایید، این پرونده مجتمع دایموند. مرسی. خانم، آقای جعفرآبادی هم تشریف آورده. کی؟ همون مشتری کل پروژه ها دیگه. سری راهنماییشون کن داخل. بله. سری. بفرمایید. Thanks baby. سلام. Hi baby. خیلی خیلی ویلکام. بفرم بفرم خواهش میکنم. خیلی خوش آمدیم، بفرم. Ladies first. بیبی ممنونم. بیبی و درد، بیبی و مرض، بیبی و زهر مار. بیبی چه میخندی؟ نگران نباش، این جهان ما تا حالا 36 تا مخ بالای 60 سال زده، این فقط یه قلمشه، نگران نباش. سریعن از آقای جعفرآبادی پذیرایی کنن. بله چشم، حتما. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم راحت باشید، منو امانوئل صدا کنید. هر طور که مایلید. خیلی جالبه مستر امانوئل، اسم و فامیلی شما یک پارادوکس جذابی داره که به شدت من رو یاد سام اصغری و گرفرندشون میندازه. بریتنی اسپیرز. بله بریتنی اسپیرز. مای بریتنی. یور بریتنی؟ یه متوجه نمیشم. من و بریتنی قرار بود با هم ازدواج کنیم. جدا؟ بله، بله، هم کفهم نبودیم، قسمت نبودیم. این بریتنی اسپیرز چیه داره میگه؟ مگه من اینا رو گفتم بگه؟ جهان، جهان، وارد بحثای پاپاراتزی نشو. وارد بحثای پاپاراتزی نشو. پاپاراتزی همون بریتنی درگیر افسردگی شد و یه سری آشفتگی ها و نارامی های تو زندگیش اومد و من هم از اونجایی که بسیار آدم شوخ و بگو بخند و حالا یه کوچولو هم شیطنتایی دارم، نمیتونستم تحمل بکنم، به خاطر همین ترجیح دادم از هم جدا بشیم. بیچاره بریتنی اسپیرز از گیر حضانت باباش فرار کرد، حالا گیر این جهان ما افتاده. خدا کنه خبرنگاران نشنون بشنون. بریتنی سکته میکنه، فکر میکنم خودکشی میکنه. سکته چیه؟ چرا گناه دختر مردم میشروخ؟ مگه اینو از نزدیک؟ البته من همیشه وقتی به بریتنی اسپیرز فکر میکردم گفتم چقدر ما با هم تفاوت داریم، چون من دقیقا نقطه مقابل ایشونم، چون من خیلی سرزندم، خیلی اصلا شوخ و شیطون و همش دوست دارم بخندم. بیبی اما جعفرآبادی. بله. من احساس میکنم جعفرآبادی برای شما سوال اصلی. بله. من به اصالت خودم و گذشته خودم مفتخرم. به به. من یک جعفرآبادی اصیلم و افتخار میکنم که با دو بز نر شروع کردم. به مرور این بزها زاد و بلد کردن، زیاد شدن، زیاد شدن، زیاد شدن. همین الان شما تشریف ببرید هلند، همون جوری که گاو هلندی رو به هلند میشناسند، بز جعفرآبادی رو به امانوئل میشناسند. البته من به شخصه خیلی میونه خوبی با احشام مثل گاو و گوسفند و بز و اینا ندارم، ولی خب قطعا که مقوله کاری شما متفاوته. به من 30 ثانیه فرصت بدید، من این قضیه رو کنسلش میکنم. چی رو کنسلش میکنی؟ این قضیه بز و اینا رو. نه آقا نکنید، حیفه. کنسل شد. آخه خب چرا؟ حیف بود دیگه. حالا به خاطر من این کارو کردی؟ اگه میدونستم چیزی نمیگفتم. خواهش میکنم. من میگم با احشام رابطه خوبی ندارم، ولی تو حیوانا عاشق گربه. بیبی جعفرآبادیان کت جایگزین بز شد.
شما این کارا رو به خاطر من میکنی؟ بیبی من واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. آه ببخشید. اگه واجبه جواب بدید. نه مهم نیست، از اقوام هستن، بعدم باشون تماس میگیرم. بخواید من جواب بدم؟ بله. شوخی کردم. آها. آقای مانوئل، فکر میکنید شما آمادگی خرید هر 11 پروژه‌ای رو که ما مسئول فروشش هستیم رو داشته باشید؟ پرینت حساب های من در دویچه بانک آلمان. بله؟ البته اکسری هست. پرینت های حساب های دیگه من در اتحادیه اروپا هستش که میتونم تا شب تقدیمتون کنم. البته من بخش عمده سرمایه‌ام رو در اروپا نگه نداشتم. بخش عمده رو بردم کیپ تاون. کیپ تاون؟ کیپ تاون. افریقا. افریقای جنوبی. به به، من عاشق افریقای جنوبیم. البته مبلغ شاید خیلی قابل توجه نباشه. 400 میلیون. 400 میلیون چی؟ دلار. هست. خیلی خوبه. برای شروع خوبه. خوبه. حالا نمیدونم در مورد برج های جعفرآبادی در کانزاس چیزی شنیدید یا خیر؟ خیر متاسفانه. متعجبم از این. شما که کار ساختمونی میکنید، من در عجبم. عذر میخوام. دیوار به دیوار بلند مرتبه های ترامپ، زیرش مکدونالد. واو. نونوایی سنگکی بغلش، اصالت ایرانی. و بغل اون بستنی قیفی. سنسیز گلدزه. اینه دیگه باید بشناسید. نصرت. نصرت. من فکر کردم نصرت توی ترکیه هست. تو ترکیه بود. بله. چه جالب، من تا حالا فکر میکردم ایشون تو کار استیک هستن. استیک هستن. بستنی سرخ شده تا حالا تجربه کردین؟ نه خیر. دفعه بعد که اومدم اینجا تجربه میکنیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. اون وقت شما فقط توی کانزاس و ترکیه برج و سرمایه دارین؟ سازه های من در سطح اروپا، اهم از نیوزلند، اسکاتلند، ایسلند، هلند، هر چی که تش لند داره. یعنی حتی دیزنی لند؟ چطور مگه؟ من از بچگی عاشق دیزنی لندم. پیپی 90% سهام دیزنیلند خریداری شد. جدی میگی؟ بیبی وای. شما امروز همش دارید منو سورپرایز میکنید. بیبی من شخصا علاقه دارم که پروژه ها رو خودم به شما نشون بدم. اگر اجازه بفرمایید یه تحقیق مختصری روی حساب های شما داشته باشم، فیلینگم، احساسم، هر اون چیزی که الان از شما متساعد میشه تماما داره به من میگه که ما یک همکاری خیلی خوب میتونیم با هم دیگه داشته باشیم. من عاشق اینم که پروژه ببینم، مخصوصا با شما. یه چیزی رو هم فراموش کردم بهتون بگم جانا. شما به شدت شبیه به ستاره محبوب قلب من هستید. کی؟ آمیتابا چان. کیه؟ آمیتابا چان. نمیشناسم. سنگام ویجی. چی هست؟ یه دو ستی. الان کجایی دارید صحبت میکنی؟ هیچی بگذاریم، مهم نیست. بازیگرن. من کلن ببخشید میونه خیلی خوبی با بازیگری و تئاتر و نمیدونم اینجور داستانا ندارم. من خودم هم خیلی اصلا علاقه به بازیگرها و بازیگری ندارم. خب آمیتابا چان رو خیلی دوست دارم، اونم بیشتر به دلیل اینکه خیلی با شما شباهت دارن. بیبی خودت اومد. امانوئل جعفرآبادی تقدیم میکنه. آقا تو که گلاب گیر کرد. خسته نباشی بیبی. بندی رو درست استفاده کردم به جا. آری بودی، یعنی پرفکت بودی. من تا حالا ندیده بودم اینقدر درخشان بازی کردی. تو باید بازیگر تلویزیون بشی. باور کن اصلا من داشتم اینجا کیف می‌کردم. عالی بود، خیلی عالی بود، خیلی کیف کردم. فردا هم قرار شد ما با بنده خدا بریم پروژه ها رو ببینیم. این کاسه مخم میخوام در اختیارش قرار بدم، هر چی میتونه بزنه. ما
هل هی بودی ململی هل هی باورتی ممتی متو هل هی بودی ململی هل هی باورتی ممتی متو هل هی بودی ململی هل هی باورتی ممتی متو هل هی بودی ململی هل هی باورتی ممتی متو هل هی بودی ململی هل هی باورتی ممتی متو هل هی بودی ململی هل هی باورتی ممتی متو هل هی بودی ململی هل هی باورتی ممتی متو هل هی بودی ململی هل هی باورتی ممتی متو هل هی بودی ململی هل هی باورتی ممتی متو هل هی بودی ململی هل هی اتفاق بعدی افتاده؟ داریم مذاکره میکنیم با دنیای غیب برای مشکل شما. آقا جان اون ابلیس رو صدا کن، اون ابلیس رو با همه وجودت صدا کن تا کائنات صدای دادخواهی شما رو بشنوه. کیو میگه؟ آقا عمه منو داره میگه. عمه شما؟ کی عمه من؟ آقا جان میگم مشکلت با کیه؟ با کی مشکل؟ شیوا بود؟ شیلا بود؟ شیما بود؟ آقا جان بود؟ یه جوری صدا بزن که همه بدونن با تو چی کار کرده، بفهمن، کائنات بفهمن با تو چی کار کرده. درد تو برو بالا. شیما مال اموال منو به پس بده، بده شیما. عزیزم کمه 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 عزیزم، داد بزن، فترات بکش، حیحات کن شیما. نه نه این به درد نمیخوره آقا، صدا تا پشت بومم نمیره. میگم به داد بزن، میخوام جیگر ماورا شرح شرح بشه. داد بزن، داد بزن. بکن خرپشته کائنات کجاست؟ اون اونجا نشسته، تو برو بالا اونجا، صدات برسه به اونجا. اپلا آقا ولم کن، اصلا فکر کن، ببین منو، ببین، آه آه، فکر کن من شیوا، آن آن جگر کائنات، میخوام شرح شرح بشه، فترات بکش، داد بزن، من شیوا. بگو شیوا. بولا شیوا، شیوا مال منو بس بده، شیوا زندگیمو بس بده. شیوا مال منو بس بده. اکبر آقا، شما اگر این شطرنج بی‌صاحب رو به جای اینکه با عشرت جون بازی کنید مثلا با امیر خان بازی کنید، به خدا هیچی نمیشه. آفرین دخترا، آفرین پسرا که اینقدر به حرف گوش میکنید. به تو خوش میگذره؟ بله بله معلومه. آفرین. ببینم من به شما گفتم دختر و پسر چیان؟ پنبه و آتیش. خب چرا گوش نمی کنید اون وقت؟ ببینم آخرش میتونید این آسایشگاه رو با آتیش بکشید یا نه. پاشی عزیز من، پاشی بسه خانو، پاشی. ببین مثل قبل همون چیزی که گفتم، آقایون سمت راست، خانوما سمت چپ. سلام. یه چایی به من بده. چی شو؟ ممنون از شما، متشکرم. اخیر
کجا رفتن اینا؟ اینا از من دل خورن. میدونی واسه چی؟ واسه اینکه رفتم بالا پشته و گفتم خودمو میندازم ننداختم پایین. از این دل خورن. چون میخواستن خوشحال بشن، شاد بشن، لذت ببرن، کیف کنن، ولی نشد. واقعا؟ بله. والا که نوبره. آسایشگاه که نیست، دیوونه خونه است. بله هر دوش. بله هر دوش. دیوونه خونه، آسایشگاه. بله. این تازه دمه؟ از شما درد نکنه. متشکرم. میگم پسرم جونم، میگم میشه در مورد بدبختیات یکم دیگه فکر کنی؟ شاید نظرت عوض شد، دوباره رفتی رو پشته بود. نه نمیشه، اما من بالاخره زندگیم از این شیوا پس میگیرم. حالا میبینی، حالا میبینی. داد نظر میدارم تو دهنتا بی تربیت. حالا ببینی، حالا ببینی. شیوا، 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 شیوا. داده منو پس بده. کی اینجاست؟ گفتم کی اینجا؟ این گوش الان تیکه بزرگی افراسیابه. البته چون آب جاجرود کم عمق شده، بقیه قطعات ریختیم تو دریاچه نمک که تمساها بخورن. بیارم خدمتتون. بو میده؟ اون چیه؟ آه، این گزارش مندلخانه. نمیدونین مردم جزیره راجبش چیا میگفتن. میگن پرواز میکرده، روی آب را میرفته، گردنش 180 درجه میچرخونده، کور بینا کرده، بینا کور کرده، نازا بازا کرده، بازا نازا کرده. مگه مرض داره؟ اینو دیگه نمیدونم. از این رمال های سفید هرچی بگیم برمی. این چه طرز وروده؟ سلام خانم. میخواین اینم بدم تیکه تیکش کنن؟ ببند دهن تو. شیوا زنگ زد. شیوا کیه؟ همون که تومه قرارش داده بودیم واسه مندلخان، همون که با اون پیر مرد پول داره، کامران رؤوفی. خب خیلی ترسیده بود خانم، گفتش که شبا خوابای عجیب غریب میبینه، احساس میکنه یه موجودات عجیب غریب توی خونش مثل از ما بهتر اون راه میرن. بله دیگه، آدمی که گردنش 180 درجه میچرخونه از این کارا هم میتونه بکنه. والا من 90 درجه هم نمیذارم بچرخونم. پس ما با بزرگترین رمال قرن طرفیم. دقیقا خانم، درست زدین تو هدف. ساختمون که ملاحظه میکنین هر طبقهش لابی مستقل خودش رو داره. اصلا شما طرحهای تیریدی این ساختمون رو ببینین بی برو برگرد عاشقش میشین. نمیشم. ایو چرا؟ چون عاشق یه چی دیگه شدم.
پس باید خیلی ملک مرغوبی باشه. عالی. مرغوب. به قول شاعر گوهری. هزار ماشالله. گوهری ناب. خوش قد و بالا. خب این محسناتی که شما دارید میگید قطعا خواهانم خیلی داره. خواهاناشو که میزنم چک پر میکنم، یعنی قطعا اگر زورم نرسه با پولم. چرا زورت نرسه؟ من همش میخواستم ازت بپرسم فیتنس کار میکنی؟ ماشالله. بله. سلام، مخلصم، بفرمایید. دنبال پرنده میگردم. این همه پرنده. باری کردم. دنبال یه پرنده مریض میگردم. اونجاست دیگه، درسته؟ آره همین. بابا شاکری تو پیدا نمی کنی؟ یعنی گمش کردی؟ ای نه وای. بابا مگه میشه اون همه پول خرجش کردم؟ آه یا این از ایول عجب گلی زدم. بابا دمت گرم امانوئل جعفرآبادی. فقط 400 میلیون دلار سرمایه تو کیپتا؟ بالاخره بهت رسیدم عشق من. چی از جون من میخوای مرتی که گاو چرون؟ اندازه گاو شیر چه هیچ، اندازه گاو گوشتی هم معرفت نداره. یه دفعه دیگه منو با اون گاو نکبتت مقایسه کردی نکردی ها؟ منیم جامش لاما فش نده، صفت زاده. هرچی میگی خودتی، آینه آینه. برو بابا. پرنده میبینی که مرده؟ بعدش نوبت خودته. اینا نشونه های شومیه. اینا نشونه های شومیه نیستی. سرت کنم. شیوا جان مشکل پیش اومده؟ به هم ریخته ای؟ ناراحتی؟ نه چیزی نیست، ببخشید. مثلا یادم رفت بابت این دسته گل قشنگت ازت تشکر کنم. به این میگی دسته گل قشنگ؟ خیلی قشنگه. دوست دارم ببرمت با خودم هلند.
باغ گلم اونجا ببینی گل چیه؟ اونا رو که ببینی تازه به اینا میگی خار آتاشقال. تو باغ گل داری؟ تو هلند. چه گلایی توش کاشتی؟ فقط گلایول. بگو چرا؟ چرا؟ گلایول یه جورایی گل ملی ما ایرانی هست، یعنی به عبارتی مرغ هزا عروسیه. خدا لعنتت کنه جهان، گلایول هلند؟ چی داری میگی تو؟ ما اصلا باور کن نمیرسیم چیز دیگه ای بخریم. امانوئل جانم، خواستم یه چیزی بهت بگم. بیبی میدونستی که اصلا برام پول و داراییت مهم نیست؟ اصلا تو هیچی پول نداشته باش، این شخصیت رومانتیکت، این روحیه لطیفت خیلی برای من با ارزشه. فقط یه چیز کوچیک ازت میخوام. بیبی میشه بگی یه گوشه از اون باغ و گل ارکیده بکارم؟ بیبی گل ارکیده دوست داره؟ بیبی گل ارکیده دوست داره؟ 900 هکتار کافیه؟ زیاده. اخ دیگه کاشتن. امانوئل بیبی، پس بذار یه خبر خوب بهت بدم. جانم، هر 11 تا صاحب پروژه موافقت کردن که با ما همکاری کنن. دیگه اون پروژه ها بر من اهمیتی نداره، من یه پروژه بهتر پیدا کردم. خب بد میشه که جلو اینا. یه پروژه خیلی بهتر. خب این 11 تا پروژه چی میشه؟ این 11 تا پروژه رو که پول بهت میدن برو بخر، به نام خودت بزن مال خودت، برج کانزاس هم به نامت میکنم. اصلا بیا یه کار دیگه بکنیم، یه برج دوقلو میسازم، یه هواپیمای شخصی واسط میخرم، 11 سپتامبر 2022 تو میشینی پشت رول، من میشینم سمت شاگرد، دورخیز میکنیم با هم، میریم وسط دوتا برج. من که خلبانی بلد نیستم. یاد میگیری. اسم برج چی میذاری؟ شیوانوئل جعفرآبادی. حاضری با من؟ ببخشید. کیه؟ خواهرم. Hi, my sister baby. What? چی شده؟ Oh my God. چی شده؟ Oh my God. چی شده؟ مام بزرگم. فوت شدن؟ نه. مریض شده. حالش بده. من باید برم جعفرآباد. این چه نصیبی افتاده تو زندگی من؟ چرا باید تو این 10-12 روزه چپ و راست دو مرتبه این بلا سر من بیاد؟ چه اتفاقی داره واسه من میفته؟ خیلی خوب امانوئل. خیلی خوب، اوکی. یه ذره به اعصابت مسلط باش. اینطوری که نمیتونی رانندگی کنی تا جعفرآباد. امانوئل جان. یه چیزی داشتی به من میگفتی، جملت ناتموم موند. برجای تو قلور داشتم. نه بعدش، قبل اینکه گوشیت زنگ بخوره. به هواپیما برات میخرم. بعدش؟ 11 سپتامبر. خب؟ میریم تو برجا دیگه، تموم شد. نه. تموم شد دیگه. نه. فهوای کلامت این بود که تو حاضری با من. بقیهشو نگفتی. حاضری با من؟ آره. حاضری با من؟ آره. مامان بزرگم داره میمیره. وای ماما، منتظرم باش، منتظرم به اون، من بر میگردم. کاری که من با بیلیتی کردم تو با من نکن. سر تو
هستی؟ چی زنده ای هنو؟ برو عقب، تو بچه گونی دومن ما هم نگرفته، برو عقب. خیلی خوب، من بابت رفتار اون روزم ازت معذرت خواهی میکنم. اومدم ازت خواهش کنم به من کمک کنی، هر چقدرم پول بخوای بهت میدم. برو عقب، تو نزدیک هر کی باشی بچه گونی زندگی اون هم نابود میکنه. برو عقب، برو. بچه گونی من؟ آره، خاک بر سرم مادر بزرگ امانوئل. کی؟ تو رو خدا کمکم کن، من نمیخوام بمیرم. برو عقب، تو نکبت دومن و مو هم نگرفته، برو عقب بعد حرف بزنم. برو عقب. خیلی خوب، عقبم دیگه بغلت که نکردم، عقب نشستم. ما که قدرتی ندارم کاری بکنم، این تلسم بد کفتیه. بچرخ رو خود ببینم. چی شد؟ جغد صورتت نمایان تر شده، خدا رحمتت کنه. چه حرفی میزنی؟ خب کمکم کن، حتما راجعشو میدونی، تو اومدی اینا رو به من گفتی. چند وقت پیش نفته بودم یکی هر که هر کاری از دستش برمیاد. خب کجاست؟ فقط یه نفر توی شهر درندش. خب برات سراغ میگیرم، دعا کن پیداش کنم قبل اینکه سفر بشی. پیداش کن بوی رحمانت بلنده دختر. بس این حرفا رو نزن، پیداش کن. با این شماره با من تماس بگیر، هر چقدر پول بخوای بهت میدم، تو فقط این آدمه رو پیداش کن. دعا کن پیداش کن. آه. 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 آه.